أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين، أمين رب العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وما بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيه أبي الفضل العباس رحمة الله وبركاته. خوشا بر من که دلدارم حسین است، به محشر یاور و یارم حسین است. سر و کاری ندارم در دو عالم، که در عالم مددکارم حسین است. به بالینم نمیخواهم طبیبی، را خواهم که غمخوارم حسین است. ندارم غیر عشقت فکر دیگر، که هم فکر و هم از کارم حسین است. خوشا آن تشنه کامی که از ره مهر، به وقت مرگ سقایش حسین است. خوشنودی بی بی حضرت زهرا صلوات الله علیها، تعجیل در فرج آقا امام زمان، برآورده شدن حوائج، شفای همه بیماران، حاضرین در مجلس، ملتمسین دعا، بیماران سرطانی، سلامتی خود و عزیزانمان، تعجیل در فرج آقای امام زمان، عاقبت به خیری، قبولی اعمال، صلوات قرای خط بفرمایید. انسان در این دنیا یکی از آرزوهاش این است که بر تمام سختی‌ها، بر تمام گرفتاری ها، بر تمام مشکلات، بر تمام همواری ها، بر تمام پستی و بلندی دنیا، بر ابعاد مادی و غیر مادی، بر کره زمین، بر کهکشان، بر همه چیز آرزو دارد که چیره شود. یکی از مسائل بغرنج امروزی دنیا این است که تمام اسرار، تمام رازها، تمام این امور هستی رو بداند و کشف کند و غلبه پیدا بکند و سلطه داشته باشد و آن را کنترل کند. حتی در محدوده زندگی خودمان اگر بنگریم، ما هم این گونه هستیم و یکی از دغدغه‌های انسانی می باشد. خداوند تبارک و تعالی یک راه حل در قرآن داده که اگر انسان بخواهد به این آرزو، به این امیدش، به این خواستش، چه در دنیا چه در آخرت برسد و آن را هموار کند، در آیه کریمه 33 از سوره رحمان می فرماید راه چاره اینه. می فرماید یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا
لا تنفذون الا بسلطان. ای انسان ها، ای تمام موجودات، ای کسانی که زنده هستید، اگر خواستار این هستید که نفوذ کنید، رخنه کنید، بر همه چیز سلطه پیدا بکنید، نمی توانید نفوذ کنید، نمی توانید آن را کنترل کنید، زمین و آسمان را. زمین و آسمان سمبول و نشانه قدرت، نشانه هستی، معذرت، نشانه این جهان آفرینش. شما نمی توانید بر زمین و آسمان ها چیره شوید، آن را کنترل کنید مگر با سلطان. منظور از سلطان در این آیه چیست؟ خداوند میگوید اگر میخواهی زمین و آسمان را کنترل کنی باید سلطان داشته باش. منظور پادشاه هست؟ منظور حاکمه؟ آخه ما در زبان محاوره خودمون وقتی میگیم سلطان به ذهن خطور میکنه منظور همین پادشاه ها و اینایی که سلطه دارن، آقای سلطان فلان، سلطان قابوس عمان مثلا، یا همه افرادی که هستن حاکمان و زورگویان دنیا. نه، خداوند تبارک و تعالی در این آیه کریمه میفهمد باید سلطنت داشته باشی، باید سلطه داشته باشی. سلطه بر چه چیزی؟ سلطان یعنی چه؟ منظور از سلطان در این آیه یعنی چه؟ منظور همان قدرته، همان توانایی. سلطه از قدرت، منظور قدرت، توانایی، نیرو. نیرویی است که شما را، به شما قدرت میدهد، به شما این انرژی را میدهد، به شما این پتانسیل را میدهد که شما غلبه پیدا بکنید. چگونه؟ راهش چگونه است؟ چگونه این نیرو رو من داشته باشم؟ هر کسی در وجود خودش این نیرو رو داره. ممکنه غیر مسلمان و غیر باورمند و غیر معتقد، انسانهای خارج از محدوده ایمانی، هدفشون از این سلطه‌گری، از این غلبه پیدا کردن، همه انسان‌ها آرزو دارن. هدفشون چیه؟ برای این که یک مقداری بیشتر حکومت کنه، یک مقداری بیشتر قدرت داشته باشه، مکاسب مالیش بیشتر بشه، مکاسب دنیویش بیشتر بشه، بیشتر بهره‌مند بشه. اما من و شمای مؤمن اگر هم این نیرو رو داشته باشیم، هدفمون این است که از این نیرو برای آباد کردن دنیای دیگر خودمون استفاده کنیم. سعی میکنیم که بر این دنیا، بر زمین و آسمان غلبه پیدا بکنیم، هرچه بیشتر آن رو کنترل کنیم تا اینکه زمینه رو فراهم کنیم برای زندگی جاودانه خودمون در اون دنیا. و از این دنیایی که استفاده کردیم آن را پل قرار میدهیم. امیر مؤمنان میفهمد دنیا قنطره، قنطره تو الاخره، یا میفرماید از دنیا ممرون و الاخره تو دار و مقر. دنیا محل گذر است، کانال گذر است، و آخرت دار و محل سکنا و زندگی ابدی و استقرار شماست. فخذوا من ممرکم الى مقرکم ولا تهتکوا استارکم عند من یعلم اسرارکم. میخوام بیشتر درباره این نیرو و سلطه صحبت کنم، چون امشب شبیه که من عموم موضوعم رو امشب درباره یاران سید الشهدا میخوام اختصاص بدم، روزه هم درباره حضرت قاسم میخوام بخونم. یارانی که 1400 سال الان از شهادتشون گذشته، اما هنوز اون سلطه‌گری را بر دلها دارن. مهم این نیست که انسان فقط این زمین رو، این چیزهای مادی رو، 1 میلیون، 2 میلیون، 10 میلیون، 1 میلیارد، 10 میلیارد دلار، اینا رو انسان تصاحب بکنه، در دست داشته باشه. مهم اینه که انسان بر دلها سلطه داشته باشه. اگر دل را توانستی برش چیره بشی و بر آن حکومت بکنی، حاکم بر دلها بشی، اون هنره. میخوام برسم به آرزوهام، میخوام زمین و آسمان را در اختیار خودم قرار بدم. هور انسان ثروتمندی بود، انسان فقیری نبود، کسی بود که در کوفه اموال داشت، زندگی خوبی داشت، مزرعه داشت، کنیز و غلام و برده داشت،
اما این هور الان 1400 ساله کسی نامی از اموالش نمیبره. ایشون هم سلطه‌ای داشت بر اموال خودش. خداوند تبارک و تعالی یکی از منظوراش و یکی از اهدافش در این آیه میفرماید اگر میخوای زمین و آسمان رو برش چیره بشی باید سلطه داشته باشی. سلطه بر چه چیزی؟ لا تنفذوا الا بسلطان. باید سلطه داشته باشم. سلطه بر دلها باید داشته باشم. امام حسین 1400 سال بر دلها حکومت میکنه. از راه امام حسین بیایم استفاده بکنیم که بر دلها حکومت کنیم. الان مالک اصلی زمین و آسمان پیامبر و آل پیامبر هستن، اولیاء خدا هستن. ناپلئون کجا شد؟ فرعون کجا شد؟ نمرود کجا شد؟ اینها هم بر زمین چیره شدن. فرعون، شداد یکی از کسانی بود که بر 3/4 زمین حکومت میکرد. فرعونیان، حاکمان بنی اسرائیل، حاکمان مصر انقدر قدرت داشتن که در جمله و در زمره قدرتمندان دنیا به شمار می آیند. حکومت گسترده داشتن. از کشور آمریکا و شوروی و اینها پهناورتر بوده کشورشون. اما آیا هنوز از محل حکومت آنها صحبتی به میان می آید؟ آیا هنوز قدرتی دارن؟ قدرتی ندارن. اما کیست که الان قدرت داره؟ از انسانها، از موجودات، غیر خدا. خداوند مالک دنیا و آخرت هست، مالک هست، به یده خزائن السماوات و الارض. اما چه کسی الان قدرت حقیقی در دست اوست؟ ائمه اطهار، اولیاء خدا، امام حسین. در کل زمین الان شما میبینید، در تمام گوشه گوشه زمین، در هر نقطه‌ای، در هر شهری، در هر آبادی میبینید نام سید الشهدا به زبان جاری میشود. از چه چیزی استفاده کرد سید الشهدا؟ چگونه این قدرت را پیدا کرد؟ این حاکم اصلیه، حاکم اصلی ایشونه. چگونه استفاده کردن؟ یاران سید الشهدا چگونه استفاده کردن؟ خیلی زیباست، خیلی زیباست. یا این یه مقداری بیشتر دقت بکنیم امشب، خصوصا امشب. عنصر ضعیف جامعه زن است عموما، و دید مردها نسبت به زنها این گونه است که زن را همیشه ضعیف می‌دانند و در فرهنگ بعضی از کشورها آن را ضعیفه می‌نامند. دیدید دیگه، ضعیفه ما این گونه گفت، ضعیفه این گونه دستور داد. مثلا بعضیا میگن عاجزه، در کشور ما نمیگن عاجزه، در کشور ما قدیما میگفتن ضعیفه. درسته؟ الان البته عوض شده، این معادله عوض شده، این دیگه نیست، نمیشه جا. بله، صلوات بفرستید. اما میتواند، حتی اون عنصر ضعیف جامعه هم میتواند. عنصر ضعیف جامعه که در دید بعضی ها زنان و بانوان هستن و دختران هستن، آنها هم میتوانن. امشب میخوایم به این بُعد اشاره کنیم. آن کسی که میکوشد، تلاش میکند، من طلب العلا سهر اللیالی، البته باید زحمت بکشه، به راحتی هم به دست نمیاد، باید چشم پوشی کنم، از خیلی از راحتی ها، آسایش ها، همه اینا رو باید بذارم کنار تا بتوانم برسم به هدفم. من طرق الباب طرق، آن کسی که در را بکوبد در باز می شود بر او. آن کسی که مجاهدت کند، آن کسی که تلاش کند به هدفش می رسد. من زرعه حسد، آن کسی که بکارد، نه اینکه من دست روی دست بگذارم منتظر باشم آقا حاکم بر دنیا شوم، حاکم بر زمین و آسمان شوم، بر دلها چیره بشوم، مردم من را دوست داشته باشند، 1400 سالم به یاد من باشند، مانند شیخ طوسی 1000 سال مردم یاد او میکنند، میگویند ایشون بزرگ طایفه شیعه بوده. ائمه اطهار حالا فعلا بذارید کنار، غیر ائمه اطهار، وهب بن حباب کلبی یکی از یاران مسیحی سید الشهدا بوده، 17 روزم بود مسلمان شده بود، 17 روز بود ببخشید داماد شده بود. در یک نیم نهار، در یک نیم روز ایشون دگرگون شد،
الان 1400 سال وقتی میگه السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین سلام بر وهب میکنید. وهبی که نیم روز شده بود، یک روز شده بود با آقا سید الشهدا همراه بود و مسلمان شده بود. چیکار کرد وهب؟ اون کسی که میخواد به کله ها برسه باید حرکت کنه، باید راه بیفته. امشب میخوایم درباره اون زمینه ما صحبت کنیم. ببینیم یاران سید الشهدا، من پدرم در حدود 45-50 سال روضه‌خوان بودن، منبری بودن، البته ایشون تازگی ها سکته کردن، خیلی منبر نمیرن. در یک مجلس ایشون در کشور کویت 30 سال سخنران و روضه‌خوان یک مجلس بود. صاحب مجلس هر سال ازشون میخواست میگفت که من تاریخ سید الشهدا رو میخوام برای من تکرار کنی امسال. گفت من موضوع پارسال که نمیتونم تکرار کنم، باید موضوع جدید ارائه بدم. گفت نه، من میخوام اون سیره، اون راه و روش، تاریخ سید الشهدا از خروجشون از مدینه، ورودشون به مکه، خروج از مکه، مهاجرت از مکه و کوچ کردن از مکه به سوی عراق، ورود به سرزمین کربلا، شهید شدنشون، کشته شدن یاران، همه اینها رو دوباره تکرار کنم. فقط اینو میخوام برامون بگی. میگم چرا؟ پدرمون ازشون میپرسیدن، فهمیدن که ازش میپرسیدن چرا؟ میگفت اولا تذکر، یاداوری خیلی مهمه. خیلی از چیزا رو ما فراموش میکنیم. اما داستان سید الشهدا، داستان سید الشهدا باید هر سال تذکر داده بشه که ما فراموش نکنیم. هر سال هم که گفته میشود، وقتی گفته میشود یک چیزای نوعی را شما ازش فرا میگیرید. یه چیزای نوعی به دستتون میاد، تحصیل کسب میکنید، علمتون، دانشتون نسبت به سید الشهدا بیشتر میشه، معرفتتون بیشتر میشه. و همچنین ایشون میگفت که یه عده جدیدی هستن در مجلس، اینا سال گذشته نبودن، تازه شنونده شما شدن، تازه حضور پیدا کردن، این داستان سید الشهدا و امام حسین رو نشنیدن قبلا، شما باید بیان کنید. شاید الان امشب بعضی از داستان یاران را شما سالهای گذشته شنیده اید، اما من به یک بعد از ابعاد مهم زندگی یاران و عاقبت به خیری یاران که الان سلطه دارند و تسلط دارند بر تمام جهان، بر دلهای من و شما و غیر من و شما، بر غریبه ها و بیگانه ها و دوست و دشمن، میخوام به اون اشاره بکنم. یک، وهب ابن حباب کلبی. وهب 17 روز بود که داماد شده بود به همراه مادرش و خانمش هانیه، در بیابان سیر میکردن. ماه عسل، از منزلگاهی به منزلگاه دیگر میرفتن برای گردش و سیاحت. امام حسین از کنار خیمه اینها رد شد، رو کردن به کسانی که داخل خیمه هستن، گفتن کسی در خیمه و چادر هست؟ مادر وهب آمد بیرون، گفت من و عروسم در خیمه هستیم. امام حسین پرسیدن مردی نداری؟ اونا پاسخ دادن مردمون در جستجوی آب است. امام حسین با نیزه‌ای به زمین کوفتن، آب از زمین جوشید، آب از زمین جوشید. وهب برگشت گفت ما گرد آبی، ما دور آب در جستجوی آبیم، اما آب در کنار ماست، آب در کنار ماست، آب رو کی برای ما تهیه کرده؟ از کجا آوردید این آب رو؟ آب جلوی این خیمه ما و چادر ما. گفتن که الان یه آقای رد شد، این آقا با نیزه به زمین زد، از شما سوال کرد، از زمین آب جوشید و گفت هر وقت آقاتون اومد بذار بیاد نزدیک ما، ما باش کار داریم، اون خیمه و چادر ما و منزلگاه ما اون طرفه. گفت این آقای فرد معمولی نیست، من باید برم ببینم این آقا کیه، لطف و محبت داشته نسبت به ما، شما رو غریبه یافته، فهمید که من در جستجوی آبم، برای شما آب تهیه کرد، با نیزه کوبید تو زمین آب خارج شد، این آقا کیه؟ رفت سراغ آقا سید الشهدا، گفت آقا شما کی هستی؟ گفت من حسین ابن علی ابن ابی طالب، فرزند زهرای کبرا، فرزند پیغمبر. کجا می روید؟ می روم کوفه، مردم مرا دعوت کردن، من زاده پیغمبر هستم، امام برحق هستم. بعد امام حسین رو کردم به ایشان، گفتم مسلمان می شدید به همین راحتی؟
خب اصلا اسلام چیه؟ خب اسلام اینه، شهادت به یگانگی خدا و توحید و نبوت پیامبر و تصدیق پیامبران گذشته و ایمان به معاد و روز قیامت و اینکه امام زمانت الان من هستم، امام زمانت من هستم. این رو باید حتما بیان کنیم. گفت آقا من قبول میکنم. به همین راحتی یک مسیحی مسلمان میشود و آقا سید الشهدا میپیوندد. آقا کجا میروید؟ میروم کربلا، میروم کوفه. در راه با سید الشهدا میاد، هر آنها رو محاصره میکنن، نمیذارن اینها برگردن، جلوتر بروند، به یمن بروند، به سرزمین ایران بروند. خلاصه با امام حسین میاد کربلا روز عاشورا. هانیه میاد سراغ همسرش، میبینه همسرش رزم جامعه پوشیده آماده جنگه. میاد میگه ما تازه داماد، تازه عروسیم، تازه به هم رسیدیم، میخوای از من جدا شدیم؟ میگه امام حسین داره فریاد میزنه حل ناصر نیانسو بنا، مولای منه، امام منه. ام وهب میاد میگه یا وهب شیرم حلالت نیست مگر اینکه بری به سراغ آقا سید الشهدا و بیاری بشه تابی بیاری سید الشهدا. امام حسین میرود نزد آقا سید الشهدا. هانیه هم میاد میگه آقا ما تازه مسلمانی، تازه هم ایمان آوردیم، من به ایشون اجازه میدم در رکاب شما بجنگد به چند شرط. شرط اول ایشان که به شهادت رسید در روز قیامت منو فراموش نکنه، منو فراموش نکنه، نزد جدت پیغمبر خدا نیز برای من شفاعت کنه، مرا هم همراه خودش ببره بهشت. شرط اول من. شرط دوم من، یا حسین همسرم به شهادت که میرسد من و مادرم و مادر شوهرم ما تنها میشیم، ما هم نزد شما بیاییم. ما هم امام حسین فرمودم که همسرانم و دخترانم و خواهرانم اینها به اسارت برده میشوند. هانیه این معرفت رو داشت، تازه عروس، تازه مسلمانه. گفت اشکالی نداره، شما خانواده خواهرانتون کتک میخورن، ما نیز کتک میخورن، اسیر میشوند، ما هم اسیر شدیم. امام حسین فرمودن باریکم. ام وهب فرزندش رو راهی جبه میکنه، برمیگرده وهب، مادرش میگه تا کشته نشوی از تو راضی نمیشود، باید بروی در رکاب سید الشهدا کشته شوی در دفاع از آقا امام حسین. دوباره میرود به میدان، به شهادت میرسد، غلام شم سر او را میبرد، پرد میکنه طرف مادرش، طرف خیمه. همسرش هانیه سر شوهرش رو به دامن میگیره، میاد رستم غلام شم با یک عمود آهنی میکوبد بر سر هانیه، او رو به شهادت میرسد. مادر وهب سر فرزندش رو بر میداره، میشتابد به سوی میدان جنگ و با این سر میکوبد توی سر اون، عرض به حضور شما، اون قاتل فرزند خودش، اون را هم به شهادت میرسانن. پشت این شهادت، پشت این فرد، اون کسی که تشویقش کرد، اون کسی که راهنماییش کرد، یک مادر بود، یک زن. ما نام یاران را میبریم، یاران مرد را میبریم، اما نسبت به یاران زن کسی نامی نمیبرد. از جمله شهدای کربلا اولین شهیده کربلا هانیه بوده، زن وهب. دومین شهیده کربلا مادر وهب بوده، ام وهب. اینها هم رسیدن، به هدفشون رسیدن، ما که سلام میدیم به اونها هم سلام و درودمون میرسد. فرد دیگری از یاران سید الشهدا به نام حبیب ابن مظاهر، همه شما نامشو شنیده اید، حبیب ابن مظاهر اسدی، یکی از یاران برجسته پیغمبر اکرم بوده، پیرمرد. اینها گذشتن، از دنیاشون گذشتن، از تمام مال و اموالشون گذشتن، چشم پوشی کردن. هور میگفت من 60 سالمه، چند سال دیگه میخوام زنده بمانم. ثروتش رو ازش چشم پوشی کرد، برای آقا سید الشهدا آمد جانفشانی کرد. ببینید هور زنده است، مالش از دست داد، مالش از بین رفت، اما خودش زنده است، خودش زنده است. حبیب ابن مظاهر نشسته توی خانه با همسرش در کوفه، در حال
خوردن نهار سر سفره غذا هستند، ناگهان لقمه جستن کرد در دهان ایشان، در حکم ایشان. اون زمان حالا در فرهنگ اونجا بود، در فرهنگ عراقی ها بوده، میگفتن اگر لقمه جستن بکنه، در حلق انسان گیر بکنه، الان خبری میآید. گفت سبحان الله، الان یأتینا خبر جدید، الان یه خبری میاد برای ما. ناگهان در کوبیده شد، حبیب میره در رو باز میکنه، میگه که هستی؟ میگوید من فرستاده حسینم، برای تو نامه آوردم. نامه رو باز میکنه، میخوانه بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی ابن فاطمه، از حسین فرزند علی فرزند زهرا، الى الرجل الفقیه، برای یک مرد فقیه، نه فقیر، مرد فقیه یعنی دانشمند، فقه دان، برای مرد دانشمند عالم، حبیب ابن مظاهر الاسدی، برای آقای حبیب، انسان دانشمند و وارسته، اذا اردت نصرتنا فانا غریب بکربلا، اگر میخوای ما رو یاری بکنی من غریبم کربلا، بشه تا به یاری من. نامه رو میذاره جیبش، میاد به داخل خانه، در میگرد، همسرش میپرسه که بود؟ گفت کسی نبود، یه فردی اومده بود. اون زمان ببینید چقدر مردم تقیه میکردن، چقدر میترسن حتی با همسرشون هم صحبت کنن، حتی شاید میخواستم آزمایش کنه همسر خودش رو، ایمان همسرش رو. گفت که بود؟ گفت کسی نبود، پیک حسین بود، آمده از من درخواست میکنه بروم کربلا. برای چه؟ گفت بیاری امام حسین، بشه تابم او را یاری کنم. امام حسین تنهاست. گفته من تنها هستم، بیاش بشه تابید بیاری من. تو چه میکنی؟ همسرش پرسید چه میکنی؟ همین. گفت چیزی نمیکنم، من با تو هستم، تو را رها نمیکنم، ما با شما پیوند بستیم تا آخر عمر با همدیگه باشیم، در کنار همدیگه زندگی کنیم، تا آخر عمر با شما باشم، رها نمیکنم شما را. نامردیه، شما بیوه میشی، بیوه زن میشی. زن رو ببینید چی جواب داد، پاسخ این زن خیلی زیباست. گفت یا حبیب دعنی آکل تراب، بذار من خاک بخورم، خاک بر سر من باشد، بشه تا به یاری فرزند پیغمبر و زهرا، بشه تا. این را که شنید حبیب گریه کرد، گفت باریک الله، آفرین، خواستم ببینم شما چه میگی، موافق هست یا موافق نیست. گفت من شیعه علی هم، کنیز بی بی حضرت زهرام. اسبش رو داد به غلامش، گفت برو به طرف کربلا، من نیز همراه تو خواهم آمد، من در پی تو خواهم آمد، نمیخوام با هم دیگه حرکت کنیم بیرون شهر، تو مزارع و نخلستان ها، برو به طرف کربلا. غلام و بردش را افتاد، حبیب هم پشت سر آرام آرام آمد، رسید به غلام و برده خودش، دید این غلام داره با اسب و سوار خودش صحبت میکنه، افسار این اسب رو گرفته، دهنای اسب رو گرفته، داره باهاش صحبت میکنه، میگه ای حیوان، اگر آقای من حبیب نیامد، مولای من نیامد، من سوار بر تو میشوم و میشتابم به یاری سید الشهدا مولایم. حبیب آنجا به سر صورت میزند، میگه آقا حسین جان چقدر عاشق داری، همه عاشق تو هستن، حتی این غلام من میخواد بشتابد بیاید به یاری شما. حبیب آنجا ایشان را آزاد کرد، گفت برگرد به خانه و دیار خودت. گفت بر نمیگردم، من میخوام بیام بشتاب به یاری امام حسین، اون وقتی که برده تو بودم آرزو داشتم امام حسین را یاری کنم، الان که مرا آزاد کرده یاری نکنم. او هم نزد حبیب، نزد امام حسین آمد، امام حسین نشسته در خیمه و چادر داره تقسیم میکنه امام حسین، میسره دست کیه، این وسط مثلا پرچم ورایه دست، علم وسط میدان دست حضرت عباس، طرف راست مثلا دست، همینطور بماند مشخص نکردن رایه و پرچم طرف راست جبهه رو مشخص نکردن دست که باشد. یک کسی برخواست، گفت یا حسین تفضل علی به حمل رایه، آقا تفضل کنید بر من، منت بگذارید، این پرچم رو بسپارید به من، من پرچم دار این قسمت باشم طرف راست. امام حسین فرمودن بنشین، این پرچم رو من رزرو کردم، این رو من گذاشتم برای یک فردی، صاحبش داره میاد،
از دور دیدن حبیب داره میاد. امام حسین فرمودن برخیزید برخیزید، صاحب رایه صاحب پرچم آمد، پرچم داره این قسمت طرف راست آمد، حبیب ابن مظاهر بشتابید به استقبال ایشان. آمدن ایشان را ازشون پذیرایی کردن، آمدن امام حسین برخواستن احترام کردن. پر نشسته در جمیان یاران، پر رو معذرت میخوام، حبیب چه کسی راهنمایی کرد؟ چه کسی ایشان را تشویق کرد؟ خانمش. باز یک شیرزن پشت سر ایشان بود. گفت دعنی آکل ابترا. نشسته در میان یاران، ناگهان یه بچه سیدی میاد میان این جمعی که نشستن، صدا میزند من منکم حبیب، چه کسی از شما حبیبه؟ حبیب کجاست؟ خب شکل و شمایل داد میزنه که این سیده، بچه سیده، سید اولاد پیغمبره. خب بچه سید منم، آقا منم، بفرمایید امرتون چیه؟ برخواست حبیب، آقا بفرمایید امرتون چیه؟ من در خدمت تو هستم. خب عمم زینب کبرا به تو سلام میفرستد، سلام میکند، میگوید حبیب نکند برادرم حسین را تنها بگذاری، او را رها کنی. حبیب اونجا به سر و صورت میزند، میفرماید، داد میزد، گریه میکرد، شیون میکرد، من انا حتی تسلم علی زینب، من کیم که زینب برای من سلام میفرسته، دروغ میفرسته، آقا من خاک پای شما هستم. حبیب شروع میکنه دست و پای اون بچه سید رو میبوسه، من خدمتگزار شما هستم تا آخرین رمق با شما. امام حسین گلچین کرده، گلچین کرده، اما پشت این داستان کیا هستن؟ شیرزنان هستن که اینها واقعا کاری کردن که مردان بر دلها حکومت کنند و نام این زنها هم در این مجالس می آید. زهیر ابن القین، زهیر عثمانی بوده، عثمانی الهوا، عثمانی بوده، به خونخواهی عثمان همه جا سفر می کرد. خلاصه کینه علی در دلش بود، می گفت علی کشنده عثمانه، قاتل عثمانه، عثمانی الهوا بوده. از کوفه خارج شد، از کوفه که خارج شد که نکند امام حسین بیاید کوفه و ایشان مجبور بشه با امام حسین بیعت کنه. رفت مدینه و حج و بعد برگشت، در راه برگشت میدید امام حسین هم داره میاد، اما ایشون سعی میکرد هر منزلی که امام حسین اتراق میکنن ایشون مثلا دو تا منزل دورتر نشسته. ناگهان پیکی میاد از طرف امام حسین، یا زهیر حسین ابن علی تو رو صدا میزنه. گفت من از مدینه و مکه و کوفه خارج نشدم مگر اینکه هدفم این بود که با حسین ملاقات نکنم، حالا حسین اومده سراغ من، من و حسین کاری نداریم به هم. همسرش ولهم، بعضی هم گفتن دلهم، اما نامش، نام حقیقش ولهم با وا، ولهم، همسرش ولهم رو کرد به زهیر، زهیر ابن بنت فا ابن بنت رسول الله، پسر فاطمه زهرا تو رو صدا میزنه و انت لا تجیبو، اما تستحی من رسول الله، تو از جدش پیغمبر شرم نمی کنی، حیا نمی کنی، نوه پیغمبر، زاده پیغمبر، تو رو صدا میزنن نمیری سراغش، اجابت نمی کنی، برو ببین حرف حسابش چیه. زن، یک زن، باز یک زن. زهیر میره بعد از چند دقیقه برمیگرده، خانمش میگه خروجت به یک شکل بود، در بازگشتت به یک شکل دیگه، یه حالت دیگه ای داری، خوشحالی، شادی، خندانی. گفت اما انا فقط صرت حسینی، اما من دیگه حسینی شدم. زن برو دنبال کارت، برو دنبال زندگیت، من دیگه حسینی شدم. زن گفت چی شده؟ گفت نمیدونم، من رفتم با امام حسین ملاقات کردم، همینو بهت بگم، من حسینی شدم. زن تمام این اموال و ثروتم برای شما باشم، همه رو به شما سپردم، ثروت من بوده زهیر، این رو تبار داشته، از همه اینها گذشت، چشم پوشی کرد، از این سلطه دنیایی خارج شد، اون سلطه معنوی رو خدا بهش داد، مالک الان ایشون، ایشون قدرت داره، ایشون سلطه داره. ما در زیارت یاران میخونیم السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، سلام بر شما ای یاران امیر المؤمنان، سلام بر شما ای یاران فاطمه زهرا،
سلام بر شما یاران امام حسن، سلام بر شما یاران حسین. السلام علیکم طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم. آقا پاک گشتید، پاکید شما و آن زمین و سرزمینی که در آن شما به خاک سپرده شده اید، آن زمین به وسیله شما پاک گشت. زمین پاک گشت، طهارت، طیب. در مقابل هم داریم عبیدالله ابن حر جعفی. ما حر ابن ریاهی، حر ابن زیاد ریاهی داریم، از بنی ریاه هست. عبیدالله ابن حر جعفی از جعفه است، از خانواده جعفی. ایشان ابن مسروق از طرف امام حسین میاد میگه برای تو پیام آوردم. از کی؟ گفت از امام حسین. گفت با من چه کار داره امام حسین؟ من و امام حسین چه کار؟ گفت آمدم برای تو ببینید چی گفته. بله، اما خدا برای تو، قد عهد الله الیک کرامه، خدا به تو کرامت کرده، تو را گرامی داشته. گفت چیز؟ گفت هادر حسین، این حسین ابن علی، یدعو که الى نصرته فان قاتلت بین یدی اجرت و ان استشهدت و ان مت قد استشهد قال ما خرجت من الکوفه الا مخافت ان یدخلها الحسین. گفت امام حسین برای تو پیام فرستاده که اگر مردی، مردن تو شهادت است و خداوند تو را اهل بهشت میگرداند و تو وارد بهشت میشوی. گفت من از کوفه خارج نشدم مگر اینکه ترس داشتم امام حسین بیاید. گفت امام حسین تو را دعوت کرده، اومد نزد امام حسین. گفت حسین چه میگویی؟ چه میخوایی از من؟ حرف حسابت چی؟ با تندی آمد نزد امام حسین. زنش هم بود ها، زنش هم همراهش بود. اما تفاوت رو ببینید، تفاوت رو ببینید. گفت حسین چه میخوایی؟ گفت میخوام برای تو خیر و آخرت. لا، من خیر و آخرت رو برای تو میخوام. اريد لك الخير في الدنيا والآخرة. برای تو خیر و آخرت و دنیا رو میخوام، عاقبت به خیرشی. گفت حسین جان من یه چیز بهت بگم، من از فتنه و جنگ با مسلمان ها ابا میکنم، من نمیخوام بیام به جنگ، نمیخوام من کشته شم، زن و بچه دارم. اما یه چیز بهت بگم حسین جان، شمشیر دارم، این شمشیر من آنقدر برنده و تیز است و برای من یمناور بوده، خیلی سعادت آورده برای من، با هر کسی که جنگیدم بر او غلبه پیدا کردم. این شمشیر منو به تو، شمشیرمو به تو میدهم، اسب منم خیلی تیزپاس، در جنگ خیلی چابک است، اگرم فراری شدی، اگرم خواستی فرار کنی بگریزی، وسیله خوبی است، تند پاس. امام حسین فرمود لا حاجت فیک ولا فی سیفک، نه حاجتی به تو دارم، نه نیازی به شمشیر و اسبت دارم، ما برای تو هیچ ارزشی قائل نیستیم، ما تو رو خواستیم خوشبختت کنیم، این چیزا برای ما ارزش نمیاره، این چیزا ارزش نداره برای ما. اما در مقابل اینها رو ببینید، اینا هم جزء یاران، یاران سید الشهدا رو ببینید. ابو تمام سیداوی برخاست روز عاشورا. اینا رو من میگم این شبها که روز عاشورا دیگه خیلی دیگه نپردازیم، چون خیلی طولانی میشه بحث روز عاشورا. ابو تمام سیداوی برخاست روز عاشورا وقت ظهر، گفت یا حسین الان وقت ظهر شده، وقت نماز ظهره. امام حسین یه نگاهی کردم به آسمان، گفت احسنت، بارک الله، ذکرت الصلاة جعلك الله من المصلين، نماز را یاد کردی، یاد نماز بودی، خدا تو را از نمازگزاران، با نمازگزاران محشور کند، نمازگزار باشی. امام حسین ایستادن برای ادای نماز، نماز خوف، نماز خوف دو رکعت دو رکعت خوانده می شود دیگه، اون حالت چهار رکعتی اینا رو نداره، دو رکعت دو رکعت با شتاب با چکمه های خودشون ایستادن، با همون رزم جامه و کلاه خود و اینا ایستادن، تیمم کردن، نماز خواندن. اما هنگامی که ایستادن برای نماز، عده‌ای در مقابل امام حسین ایستادن، چند نفر ایستادن سپر جان امام حسین باشن، سپر آقا سید الشهدا باشن. یک زهیر ابن القین، دو آقایی بود به نام، بله یه صلواتی بفرستید. سعید حنفی، فردی بود به نام سعید حنفی، ایستاد. عمر سعد هم شروع کرد به تیر باران کردن،
نیزه زدن، سنگ انداختن، ما نماز میخوانیم مردم ممانعت میکنن. در آیه قرآن داره ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا، میبینی آن کسانی که نماز که میخوانند عده میان آنها رو نهی میکنن ان نماز خواندن، اینا اهل جهنم، خدا آنها رو وعده جهنم داده، وعده دوزخ. ایستادن برای نماز، خب شما اگر از روبرو کسی با شما بجنگد به سوی شما چیزی پرتاب بکند، جا خالی میدید یا نمیدید؟ اگر از پشت سر باشه که نمیبینن، اما از روبرو سنگ بیاندازد چیزی پرتاب کند به سوی شما، تیر باشه جا خالی میدن که به سر و صورت من نخوره، به بدن من نخوره. اما این آقای سعید حنفی، زهیر بن القین، عده دیگر از یاران ایستادن در مقابل سید الشهدا. این چه نیرویه، چه قدرتیه، این همون سلطانه، اون همون سلطه ایست که خدا به اینها داده. یک، از درون بر درون خودشون، بر نفس خودشون چیره شدن، توکل بر خدا کردن، اراده داشتن، عزم داشتن، جدیت داشتن، همت کردن که بیستن در مقابل دشمن. این بدن رو ازش، این بدن فیزیکی خودشون رو ازش جدا شدن، این ازش جدا شدن، اینو بهش میگن تجرد روح، تجرد روح از بدن. این خیلی ارزش داره. انگامی که تو این روحت رو از این مادیات، از این علایق دنیا بکنی، جدا کنی، اون وقت میرسی به اون مقامی که باید برسی، اون وقت سلطه پیدا میکنی. اون منظور از سلطه در آیه قرآن همینه، ایستاده در مقابل تیرها، تیر میخورد بهش، چشمش نابینا میشه، تیر میخوره به قلبش، همونجا روی زمین میفته. امام حسین سر ایشان رو به دامن میگیرد، رو میکند به آقا سید الشهدا، میگوید یا ابا عبدالله اوفیت، آیا من با وفا بودم؟ امام حسین فرمودن نعم، بله شما با وفا بودی. انت امامی فی الجنه، تو پیش از من وارد بهش میشی. انت امامی، تو پیش از من وارد بهش میشی. انت امامی فی الجنه، انت عند جدی رسول الله، تو نزد جدم پیغمبر اکرم خواهی بود. سپس فرمودن خدایا روح ایشان را به اعلی علیین محشور بگردان، خدایا دشمنانش رو خال و ذلیل بگردان، نفرین کردن دشمنان ایشون. این مقام یاران. علی ابن مظاهر اسدی، برادر حبیب، علی ابن مظاهر، امام حسین شب عاشورا خطبه میخوانند. هر کس در چادرش زن و بچه همراهش هست، زن و بچه خودش رو راهی کنه، بسپره به یه امینی، به یک فردی، برگرداند به شهر و دیار خودش، فانا مقتولین مصبحن، ما فردا صبح کشته خواهیم شد، از بین میرویم، فردا کشته میشن. علی ابن مظاهر اسدی بر میگرده تو خیمه، به خانمش میگه خانم اساساتو به من آماده بشو برای برگشتن، بازگشتن. گفت چیه، امام حسین رو رها کردی؟ گفت نه، امام حسین رو رها نکردم. امام حسین فرمودن فردا صبح، فردا همه ما کشته میشویم، شما رو بسپاریم به اهل، به خانواده و خیشان خودتون. گفت یا علی، ما انصاف داریم. علی، انصاف به خرج ندادی، آدم منصفی نیستی. انت تبیض و یبیض و وجهک عند رسول الله، تو روسفید میشوی نزد پیغمبر و میخوای من روسفید نشوم نزد مادرش فاطمه زهرا؟ انتون تو واسون الرجال، شما با مردها همدردی کنید، ما نیز با زنان همدردی میکنیم. اینم زنه، این شیر زنه. یاران به جای اگر رسیدن پشتشون زن بوده، یه عده‌ای بودن که آنها را پوش کردن، آنها را تشویق کردن، مانع کار مردها، مانع حق نشدند. یا معشر الجن والانس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان، الا بسلطان. این سلطه، این کلید سلطه‌گری و چیره شدن بر دنیا و آخرت
در دنیا آبرو دارن، در آخرت هم آبرو دارن، جایگاهشون هم معلومه. این خیلی ارزش داره، این خیلی ارزش داره. شب عاشورا امام حسین برخواستم، فرمودم که اگر کسی میخواهد از تاریکی شب استفاده کند برگردد به شهر و دیار خودش، من بیعتم را از اینها برداشتم برگردم، و اگرم کسی با من مان کشته میشود. زهیر ابن القیم میسته، ار میخیزد حسین جان، اگر خدا به من جان دهد و در میان شما کشته شوم، در بین دست شما کشته شوم، دوباره به من جان دیگری بدهد، همین جان دوباره تکرار شود، کشته شوم، تکرار، زنده شوم، کشته شوم، تا 70 جان حسین، 70 علامت نشانه عدد کثرته، یعنی هرچه جان خدا به من دهد باز در بین دستای شما، در کنار شما کشته می شوم، اما دست از شما بر نمی دارم، شما را رها نمی کنم. حضرت زینب آمدن، امام حسین از خیمه آمد بیرون، رو کردم به برادر، برادر آیا یارانت رو امتحان کردی، آزمایش کردی، پایداری و استقامتشون رو امتحان کردی، نکنه فردا اینا خیانت کنن، کتبسته تو رو تحویل دشمن بدن. امام حسین فرمودن ما رأیت فیهم الا الاشوس، من در آنها ندیدم مگر یک فر، مگر دلاوران و شجاعان و دلیران را در آنها دیدم، یافتم آنها را. اینا شجاعت دارن، نامردی نمی کنن. بعد خود امام حسین روز عاشورا که اصحاب به شهادت میرسن فریاد میزند امام حسین، بدانید که هیچ یاری انی لم اره اوفا و ابر و خیر من اصحابی، من هیچ یاری نه در میان یاران پیغمبر، نه در میان یاران امام علی، نه در میان یاران امام حسن مجتبی نیکوکارتر، بهتر، خیرتر از یارانم نیافتم، آنها واقعا پایدار بودند. شب عاشوراست، امام حسین وقتی که خطبه خواندن از خیمه آمدن بیرون، با بی بی حضرت زینب ملاقات کردن، صحبت ها رو که انجام دادن، بعد دیدن کنار اون خیمه، بیرون خیمه یک نفر ایستاده، جوان نوجوانه،